سلام، ببخشید یه لحظه وقت شما رو میشه بگیرم؟ خواهش میکنم. شما از کجا تشریف میارید؟ من از این ور از اتاوا اومدم. کجا تشریف میبرید؟ دارم میرم این ور تورنتو. خب چی چطور بود این مسیر؟ والا خوب بود، خدا خیرشون بده. مثلا حمامش تمیز بود، ساندویچ دادن، پرتقالدان زاددان دادن، خیلی خوب بود، خدا خیرشون بده. خب خدا رو شکر. ممنونم. پس همه چی خوب؟ خوش بگذره بهتون. متشکر. مرسی. سلام ارادت، در ادامه سفر من به تورنتو اومدم در خدمت دو تا از متخصصین شهر تورنتو، بچه‌های پرشنز اپراد، که هم یه قسمتایی از شهر رو به من نشون بدن، هم یه سری من سوال بپرسم ببینم واقعا آخرش یکی پیدا میشه در مورد عدم جذاب بودن تورنتو جواب من رو بده یا نه. عجب داشتی چیکار میگنیم؟ خب اولین سوالی که بچه‌ها این که خودتون معرفی کنید، اینجا تو کانادا چیکار می‌کنید؟ خب من که ملیکا هستم، دانشجوام، هنوز سال چهارممه، دارم میجر ماینر می‌خونم. مدرک اصلیم یعنی میجرم کامپیوتر ساینسه، بعد مدرک فرعی می‌خونم توی بیزینس. یعنی یه سری واحد از یه رشته دیگه پاس می‌کنی، یه مدرک فرعی هم بهش میدن. شهریار شما چی؟ سلام، من شهریارم. من ارشد برق اومدم خوندم کانادا، پذیرش تحصیلی گرفتم اومدم، بعدش هم تغییر رشته دادم، الان دیتا ساینتیستم دیگه، مشغول کارم. از اینا دارید شما؟ آره خیلی خارجه، استریت کار بهش میگن، یه جورایی نماد تورنتو دیگه، قرمزم هست. من یادم میدون میدون امام حسین یه همچی چیزی من یادم بودش، الان فکر کنم بیارتی شده دیگه. آره الان دیگه فکر کنم حالا بگین توی کامنت ها. نمیدونم. آره. ببخشید داشتم میگفتم. خب اینجا کامپیوتر ساینس خوندی؟ نه برق خوندم، ولی خب یه جورایی وسط کار پروژه‌مو تغییر دادم به سمت ماشین لرنینگ و دیتا ساینس. دیگه الان دیتا ساینتیستم، مشغول کارم، دیگه یوتیوبم در کنارش کار. ارشد دومی هستی؟ آره اینجا اون مجدد ارشدمو انصراف دادم ایران. اینجا دوباره اومدی؟ آره. ارشد کار... های ریسک بود حرکتم، ولی خب آره. ولی خب حالا الان بریم من یه سوال اساسی این بچه‌ها بپرسم. می‌خوایم این ساختمون رو پیدا کنیم، روی نقشه داریم نگاه می‌کنیم ببینیم که ساختمون بغلیش چه شکلیه که پیداش کنیم. او بورس تورنتو. خب من یه سوال منطقی دارم، من چرا باید بیام توی شهر گرونه، شلوغ، پر جمعیت مثل تورنتو زندگی بکنم که تازه درآمدش هم خیلی نسبت به شهرهای دیگه زیادتر نیست؟ من برای شروع داستان مهاجرت میتونم بگم شهر تورنتو انتخاب بدی نبود. یکی به خاطر اون شهریتی که داره، اون شلوغی که میگی، احساس غربتت یکم سرت گرمه دیگه. مورد بعدیش هم برای کار پیدا کردنه، همونقدر که شلوغه همونقدر هم برای کار و بیزینس فعالتره. آخه من شنیدم درآمد تورنتو مثلا نسبت به یه سری شهر دیگه مثل اتاوا همچین بیشتر هم نیست. بخوام به صورت کلی بگم، همه جای کانادا، همه شهرها به همون نسبت درآمد خرجاشون بالا پایینه. بالاخره اینا این توازن برقراره. این نظر شخصی منه. گرونی تورنتو اذیتتون نمیکنه؟ یه کمی چرا اذیت میکنه، ولی خب من چون مثلا از وقتی که اومدم کلا تو تورنتو بودم، هیدرام جابجا سویچ. ولی من راجع به اون سوالی که پرسیدی، گفتی که خب درآمد پایین‌تره، بگم اینه که درآمد آره پایین‌تره توی شورت ترم اگه بخوای نگاه کنی، ولی به خاطر اینکه یه ذره این اپورتونیتی، یعنی فرصت‌هایی که مثلا شاید روبروت باز شه که بتونی مثلا توی 5 سال 10 سال آینده پیشرفت کنی، توی تورنتو بیشتره. هر جور کاری که بخوای بکنی، میدونم واسه حالا بیزینس خودت، بالاخره تا 5 سال 10 سال دیگه مثلا آدم کارهای زیادی میکنه دیگه. الان یه سوال بیشتره. الان مثلا فرض کن یه مهندس کامپیوتر توی تورنتو داره سالی مثلا اوت اف اسکول فکر کنم مثلا 60 70 تا در بیاره، خوب در بیاره، همینو بهت 15 تا بیشتر بدن، 85 تا نمیری اتاوا؟ الان که ریموته شاید آدم منطقی باشه، ولی نه حضوری هستن، حضوری بهت بگن آقا موف کن تو اتاوا. من نه من شلوغی رو ترجیح میدم در این سن. اتاوا رفتید؟
نه من اتوبان نرفتم ولی خب کوچیکتره دیگه بالاخره شهر کوچیکتریه این درسته ما 24 ساعته تو دانتان نیستیم ولی خب این زنده بودن و این شلوغی و همهمه دانتان بر من جذابه. خب من یه سوال خیلی مهمی که دارم، تنوع فرهنگی اینجا اذیتتون نمیکنه؟ مثلا خیلی میگن تو کانادا پر از چینی و هندیه. ببین این همه چی خوب و بد داره دیگه، یعنی هیچ چیزی که مطلق خوب نیست یا مطلق بد نیست. همه فرهنگا هم یه سری خوبیا دارن یه سری بدیا. مثلا بعضی از فرهنگا شاید سر و صدا زیاد کنن. بذار اینجوری بپرسم، دوست داشتی مثلا یه سری ملیت‌های متفاوت تری رو بیشتر میدیدی یا نه، یا اصلا برات مهم نبوده؟ ایرانی‌ها کلا دوست دارن بیشتر اروپایی و وایت و اینا ببینن دیگه، دروغ که نداریم. حالا یه سوال دیگه، این که میگن اینجا ایرانی زیاد هست که خب یه واقعیته، یه سری ها میگن خیلی خوبه من دوست دارم با ایرانی ها بیشتر کامیونیتی ایرانی ها باشم، یه سری میگن از ایرانی ها فرار کن. دقیقا همین دو دسته وجود داره، این همه ملیت های دیگه کرکترهای مختلف پیدا میکنین دیگه، ولی وقتی وارد کامیونیتی ایرانی میشی همه به همدیگه یه جوری متصلن، میتونی به اندازه خودت خوب استفادهشو بکنی، خوب کانکشن بسازی، دوست پیدا کنی. ولی خب یه کامیونیتی هایی هم هستش که برای آرامش روح و روان خودت دوری شاد کنی. خب بهترین خاطره ای که از جامعه ایرانی کامیونیتی ایرانی داشتی؟ یا چه بابا آروم باشی دیگه، یه ذره سگ چقدر صدا میکنه انگار مثلا اجدهاه. به خدا ببخشید. بهترین خاطره ای که از کامیونیتی قرآن میزنم تو، من با سگ زر مشکل دارم. نه مشکل ندارم شو کن اینقدر. آره همون همین قصد صدا میده. بهترین خاطره ای که از جامعه و کامیونیتی ایرانی داشتی که حالا باعث خوشحالیت، کمک کردن، افتخارت شده؟ تیرگان. من واقعا تیرگان یه فستیوال سالانه است که حالا الان دو سال نداریمش، ولی مجموعه ای که این همه تعداد ایرانی جمع میشن و با هم یه برنامه به این بزرگی رو ران میکنن، واقعا احساس غرور آدم بهش دست میده. اوکی. بدترین خاطره؟ یه کنسرتی بود، کنسرت شهاب تیام. یه حالا جامعه ایرانی بود که ما رو قرار بود به صورت مثلا یه جوری دعوت کنن، بعد رفتیم اونجا برخورده خیلی بدی داشتن، آخرش هم اون پولی که تیکتی که بود با تخفیف، تازه بدون تخفیف از ما گرفتن و اینا، یه ذره اون سیچویشنی که ما قرار گرفتیم توش خیلی بد بود و یعنی اون حمایت ایرانی رو واقعا اصلا نداشتیم. این خیلی بد بود. از ایرانی بودنت شده خجالت بکشی؟ یه ذره وقتی مثلا، حالا نمیخوایم بحثای عجیب غریب بکنیم، ولی خب مثلا یه ذره خبرهای بد میشتویم یا مثلا یه ذره توی اخبار فقط بد میگن، این یه ذره ناراحت کننده است. ناراحت کننده. از ایرانی بودن شده خیلی افتخار کنی؟ بله، مخصوصا کسی که تاریخچه ایرانو میدونه خیلی هستن ها، قشنگ خارجی، طرف اصلا هیچ اصلیتش به ایرانی هم بر نمیگرده، ولی وقتی اطلاعات از زمان قدیم ما و تاریخچه ما رو میگه و میگم بله بله درسته، خیلی کیف میکنم واقعا. اگرم یه جایی میسلید میشن که خودم اصلاحش میکنم. یه سوال دیگه، چیزایی که از کانادا یا حالا تورنتو رو مختون و بدتونه؟ خیلی شلوغه، خیلی هم ماشینیه. برای بعضی ماشینی بودن شاید مثلا چیز خوبی باشه، دوست دارن حال کنن، ولی دیگه بعضی وقتا هم خیلی سر و صداش اذیت میکنه، اون آرامش رو نداره. سرد واقعا، هوای خوبش خیلی کمه مدتش. من همین الان احساس میکنم داره سرد میشه کمه. آره بابا برگا داره زرد میشه از سود الان. چه خوب یکی دور نمیگرد، چه تجربه از خوبی دستا بازد نداشتم دارم این تجربه، همیشه ایرسی همراه من. ببین ما الان راجع به تورنتو میتونیم نظر چی رو بگیم، نظر کسی به عنوان کسی که اینجا زندگی کرده نظرمون رو بگیم. ما خیلی قشنگ زندگی کردیم، این رومخ رفتن شلوغیش رو حس کردیم. تو ولی اینجا ویزیت کردیم، یعنی زندگی نکردیم، فقط اومدی یه دور بزنی ببینی جاهای باحالشون. تو چند تا بعدیشو بگو.
ببین با حال خب تو نگاه اول من الان اومدم اینجا مثلا توریستم دیگه، خیلی شهره، خیلی مثلا جنب و جوش داره، خیلی شلوغه، میدونی آدم ذوق میکنه مثلا میگه ات چه باحاله، ولی در عین حال من مطمئنم یه هفته اینجا اونم استرس میگیرم، همون استرسی که تو تهران داشتم. آره. همین که انگار همش یه چیزی داره اتفاق میفته، وای من جا نمونم. آره. وای مثلا میدونم خیلی دوست دارن اینو، میگم مثلا تکاپو باشه، زندگی باشه، شلوغ باشه، میری همه پر آدم باشه، دختر باشه، پسر باشه، پارتی باشه، نمیدونم بار باشه، کلاب باشه، این بره اون بیاد، ولی برای من نه. یه جایی مثلا مثلا دیشب رفته بودم مثلا نمیتونستم راه برم، اولش باحاله ولی بعد یه ساعت اصلا انگار میگن یه اصطلاحی هست میگن تروماتایز شدیم، انگار مثلا تو تهران زندگی کردم من از این مثل موجی جنگی شدم، مثلا شلوغی زیاد میبینم. البته یه چیزی هم میگم، این بخاطر سنم هست. آره نه نه جدی، بالای 30 سال مثلا من الان 30 سالم رد شده، بالای 30 سال دیگه مثلا میگی بس. حتی خود کانادایی ها نگاه کنی مثلا آدم 30 ساله کلاب نمیره. آره مثلا من اون شب رفته بودم کلاب، نقش پدر بزرگ جواب داشتم به خودم، همه 21 ساله بودن مثلا. آره. داشتم داشتم چیکار میکردم. بعد یه چیز دیگه هم که این شهر بودم مثلا بخوای یه ذره فاصله بگی بری سمت طبیعت و اینا، شما باید نیم ساعت اینجا مثلا رانندگی کنید، ولی یه شهری مثل اتاوا شما اصلا احساس می‌کنی همون مرکزش وسط اون طبیعت و اینا هستی، چون خیلی هیستوریکه، خیلی مثلا محیطی داره که طبیعیه. ببین توی تورنتو شما داخل خود تورنتو اگه بله خواهش می‌کنم توی تورنتو هم قرار بود این بار مثلا از شرق تورنتو یه نکته جالب هم شهریه رو الان بود، به خاطر اینکه تورنتو خیلی گرون و قیمتی کرایه بالاست، خوابگاه دانشجویی از اینکه خودتون برید بیرون خونه اجاره بکنید خیلی ارزون تر در میاد، ولی توی شهری مثل اتاوا که من هستم چون کرایه خونه نسبتا منطقی تره، اگر از دانشگاه مثلا خوابگاه بگیرید خوابگاه براتون گرون تر در میاد، به خاطر همین اکثرا تو اتاوا خودشون میرن خونه میگیرن و نمیرن خوابگاه. اینم نکته جالبی بود. تایید کن. آره یه شهر دیگه مثل کلگری هم اینطوری هست. تایید کرد. مرسی. اینم خدایش یکی از جاییه که من تو تورنتو خدایش دوست دارم، یه میدونه باحالیه که شبیه تایم اسکوئر نیویورکه. به تمام این تابلوهای بزرگ هست. من بعضی وقتا یادم اینجا کنسرت و اینا برگزار می‌کردن. خیلی دیگه اینجا قشنگ وایب تورنتو و اون شلوغی تورنتو رو قشنگ اینجا می‌بینی. بچه هم خیلی لطف کردم، بچه ها دمتون گرم، خیلی ممنون که کلن تورنتو رو به من نشون دادید، امروز با من بودید. کانال یوتیوبشون هم خیلی باحاله، ویدئوهای خودش تورنتو کلن موضوع برای پوشش دادن زیاد داره، شهر باحاله. به کانال یوتیوبشون هم حتما سر بزنید، پرشن تو پاد. آره پرشن. امیدوارم که ویدئو به درتون خورده باشه، اگر دوست داشتید ویدئو رو لایک بکنید. See you in the next one. زنبور چی میگیره؟